افشای ارتباطات نزدیک مقامات افغان با گروه طالبان. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، رئیس امنیت ملی هر روز و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در هر ماه یک بار با افسران گروه طالبان در تماس هستند. با آنکه مقامات افغان میگویند دو جانب بر توافق روی مذاکرات علنی صلح هنوز هم آماده نیستند، اما بر اساس گزارش خبرگزاری این خبرگزاری اسناد در دست است که جزئیات آن هرچند معلوم نیست، اما بیشتر روی تمایل ظاهری طالبان روی تغییر قانون اساسی و اشتراک در آینده انتخابات آینده افغانستان مطرح می شود. بر اساس این سند، طالبان خواهان اصلاحات ویژه در قانون اساسی افغانستان می باشد، اما خواهان اصلاحات فوری نیستند. آنچرا که آرزو می ره از این مذاکرات بیشتر روی تمرکزش روی چگونگی تطبیق آن در شریعت اسلامی است. با آنکه مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان متوقف است، اما این حرکت های مقامات امنیتی افغان بیشتر چی پیامی را میرسانند؟ سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان ما آقایان توریالای قیاسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای محمد عمر عیار، رئیس حزب افغانستان واحد و همچنان آقای دکتر عبدالبصیر رنجبر، آگاه امور سیاسی. بسیار خوش آمدید میهمان عزیز. آقای رنجبر، بانک مذاکرات رسمی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان متوقف است. آنچه که اسوشیتد پرس گزارش داده که این دو مقام ارشد امنیتی افغان به شکل نرمال هر روز و هم در هر ماه یک بار با سران طالبان گفتگو میکنند و اسناد هم گفته در دست است که با طالبان در برخی از موارد توافق هم صورت گرفته تا قانون اساسی را بپذیرند و در انتخابات آینده اشتراک بکنند. فکر میکنید که بیشتر این حرکت مقامات امنیتی افغان به چی معناست؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم احترام به ملت غیور افغانستان، به شما مهمانان عالی قدر و همکارانتان، شنوندگان محترمتان، بینندگانتان، ما به یقیده هستم که اگر در یک پروسه در جریان باشه، این تماس ها وجود داشته باشه، این نه تنها کار بد نیست، کار نهایت خوب است. این هر دو ارگان ما، هم ارگانش امنیت ملی، ریاست امنیت ملی و هم شورای امنیت، هر دو از نگاه وظیفه مکلف هستند با طرف مقابل، با کسایی که با ما می جنگن، کسایی که ما تلاش میکنیم اونا را از حالت دشمنیشان به طرف دوستی بکشانیم، تماس داشته باشن یا کوشش کنن تماس داشته باشن یا تماسایشان برقرار باشه. این کار بسیار خوب است، از نگاه وظیفه یا مکلف هستن این کار را داشته باشن. اگر نداشته باشن بد هست. نه، با آنکه مذاکرات رسمی متوقف است، اما در مذاکرات خفاک بین رئیس امنیت و مشاور امنیت ملی با گروه طالبان صورت گرفته که بحث تمایل ظاهری طالبان به پذیرش قانون اساسی مطرح است، چیزی که باید به مردم شریک شود. هیچ وقت ما شما از یکی دیگه جدا کرده نمیتونیم، رسمی و غیر رسمی دینا جز یک پروسه است. همیشه مذاکراتی که با طرف مقابل آغاز میشه، هیچ وقت راستن رسمی و علنی آغاز نمیشه، وگر آغاز هم میشه یک وقت متوقف میشه. اینا بسیار با تماس های پراگنده، جداگانه، مخفی، مقطعی وقت بعضا آساسا به توافق میرسن که اینا مذاکرات رسمی را آغاز بکنن. اگر اینا تماس های این رقمی نداشته، هیچ وقت اینا تماس رسمی را از به اصطلاح به صورت ناگهانی از آسمان فرود آورده نمیتونن. باید این نوع تماس ها که در اول علنی نمی باشه، این بسیار معمول است، بسیار عادی است. پروسه صلح افغانستان هم چیزی نیست که اکنون آغاز شده باشه. شما میبینید که از چند سال به این طرف آغاز شده و متوقف شده، آغاز شده و متوقف شده. اکنون هم بر اساس راهبرد تازه آمریکا و فشار بر طالبان، گروه طالبان مطرح است. فکر نمی‌کنید که واقعا اینجا شک و تردید وجود میاره؟ این دیگه من نمی‌فهمم که برای کی شک و تردید به وجود میاره. من نظر شخصی خودم میگم همین رقم مذاکرات، تماس ها در وقت حکومت آقای کرزی هم وجود داشت و باید وجود می‌داشت. هر ریاست امنیت ما اگر نتانسته ایتر تماس ها را قرار بسازه، به معنای از یه سناد کار خود موفق نبودن. این چیزی نیست که از ملت مخفی بکنن. این گپار برالا بر روی کوچه و بازار کشیدن کار درست نیست.
معمول مرحله نرسیده که بایدی باید یک پروسه شفاف برای معلومات عمومی عرضه شود. این حالت های هست که شما با یک کس به صورت خصوصی این کس های مورد اعتماد جامعه و ملت باید باشند که در این پست ها قرار می گیرند. شما دیگه نگوین که اینا را پشت سر ملت کدام کار خفیه دیگر را پیش می برند. شما سر از این اعتماد از این را داشته باشین که وقت رئیس امنیت می شه. او باید رازهایی را داشته باشه که باعث راز دولتی مدتهای مدید یک حلقه بسیار کوچک از او خبر میشه. این تمام دنیا هست. امروز امریکایی که در جنگ نیست رازهای دولتی داره که او را با ملت هیچ وقت شریک نمیسازه. او را بسیار مخفی نگاه میکنه بار از یک مدت رو شریک میسازه. برای از اینکه شریک ساختن یک راز با ملت ولو شفافیت هست ولی ضربه زدن به منافع مردم است. ضربه زدن به یک چیز افشا کردن است. طرف مقابل برات میگه که من کدی تماس میگیرم کس خبر نشه. اگر شما کس خبر میکنین شما باز او تماس کتی نمیگیره. اما طرف مقابل نمیتاند علنی تماس بگیره. و اگر شما هیچ تماس نمیگیرین و میگین که یا علنی و شفاف باید تماس گرفته شد یا نباشه یه به معنی عزیز که شما یک پروسره از اون اول مانع میشین قطع میکنین. من شخصا و دیگه هر کسی که در این مسائل یک ذره ارتباط داشته باشه از استقبال میکنه که او هم در این سطح بالا باشه که به سطح رئیس امنیت ملی به سطح مشاور شورای امنیت و دوج هم خدا کنه که بعضی از اشخاصی که در رأس رهبری باشه با جای پایان نشان اینا تماس نداشته باشن. اینا بسیار مسائل ما رو با هم نزدیک میسازه، حل میکنه، چیزی که ما خواهانش هستیم. اگر ما بگیم اینا هیچ تماس نگیرن، اگه میگیرن باید علنی او در روی صفحه بگیرن، ما به مشکل بزرگ در تماس های آینده خلق میکنیم و ما کار خود را دشوار میسازیم. آن خود اعلامیه ها از دو طرف صادر کردن، هم شورای امنیت صادر کرد، هم ریاست امنیت ملی صادر کرد، هم طالبا صادر کردن که غلط هست، ما تماس نداریم. همون خلاصش بتون بگویم. این هم باید اینا اگر تماس داشته باشند هم ظاهراً باید رد کنم. ولی به هر صورت بازم برتان تکرار میکنم از هر طریقی که میشه اگر ما خواهان صلح هستیم باید با طرف مقابل تماس بگیریم، ذهن از روشن بسازیم، سعی بکنیم که اونا از اونمو حالت خشک و منجمدشان بکشیم، انعطاف پذیر بسازیم. بعضی گپای از اونا را که قابل پذیرش باشه ما بپذیریم، بعضی گپای خود. و اینا همیشان در مذاکرات رسمی و علنی نمیشه. اینا مراحل مختلف خدا باید طی بشه. بسیار تشکر. آنچه را که اسوسیتد پرس مطرح کرده، بحث تمایل ظاهری طالبان بر پذیرش قانون اساسی و انتخابات آینده که بیشتر دو بحث بسیار عمده است که اصل خب بحث قانون اساسی چیزی است که طالبان در 16-17 سال گذشته پس از تشکیل حکومت جدید در افغانستان، حکومت آقای کرزی و بعد حکومت وحدت ملی روی از انگشت انتقاد میگذاشتند. فکر میکنید که جز از پیشرفت سی تماس ها با سران گروه طالبان و مذاکرات روی امین مسائل و یا هم جز از این است که میشه که با شک و تردید با این دید؟ به نام خدا و عرض سلام حضور بینندگان عزیز جناب آقای عیار، دکتر صاحب رنجبر، شما و همکارانتان. واقعا خبر خوش است من ایس کل و همونطوری که دکتر صاحب رنجبر اشاره کردند دو نهاد مهم امنیتی افغانستان در واقع یک بخشی از وظایفشان عمل کردند. اما نکات بسیار مهمی وجود داره. من به باور هستم که خب باید تا یک مقدار مسائل سری باید پیش بره تا به نتایج برسن. اما ای که طرف مقابل طالبا و یا کسایی که با ما می جنگن افغانستان را به نابودی کشاندن، اینا واقعا آمده باشن به انتخابات باورمند باشن و قانون اساسی را پذیرفته باشن، یک مقدار هنوز قبل از موقع است، یعنی قبل از وقت است. گفته که اسناد وجود داره که طالبان تمایل نشان داده برای پذیرش کنه. حتی تمایل هم مگر ای که واقعا استراتژی تازه ایالات متحده امریکا آنقدر ملموس باشه و قابل درک شده باشه برای طرف مقابل و بویژه کسانی که از طالبان حمایت میکنن، خانه های امن دارن در او کشور، تجهیز میشن، حمایت های مادی و معنوی صورت میگیره،
اینا هم این پیام به درستی درک کرده باشن، دریافت کرده باشن که شوخی بردار نیست دیگه. بعد از اینا چرا در یک سوی سال دیگه سال جنگ است و فشار نظامی است که دشمن یا دشمن طرف مقابل شما که با شما می جنگه دیگه ناگزیر شده باشه از به هدف رسیدنش از طریق جنگ و ای آماده باشه و بپذیره به اصطلاح به مصلحت عمومی کشور و مملکت تن بده که او عبارت از پذیرفتن قانون اساسی مملکت است و یا ای که تعدیل موادی از قانون باید تعدیل شود نشود بحث جداگانه است. در واقع اگر ما پیشداوری نکنیم بگذاریم که او زمانش برسه که مذاکره کننده ها طرف های مذاکره که در حال حاضر رد میکنن و یک وقت بپذیرن و نتایجش به ما بگوین و این نتایج و از طرف دیگه مردم هم بفهمه که در بدل از این سال باید یک سال آبرومندانه باشه، پایدار باشه و ما اون دستاوردهایی که امروز مردم افغانستان به او رسیده از دست نداده باشیم. در خلاصه ای که مردم بفهمن چرا دست دادن و چرا به دست آوردن. این بسیار مهم است. سپاس. آقای عیار، بس مذاکرات با گروه طالبان پس از فشار آمریکا برای گروه که به وضاحت پیام خیلی واضح از آدرس آمریکایی ها هم از آدرس آقای ترامپ هم از آدرس مقامات پایین مثل جنرال نیکلسون و مقامات دیگر صادر شد که ما طالبان رو مجبور به این میسازیم به میز مذاکره بیاییم. ما در دو سال خاک را که طالبان به تصرف خود داره تا دو سال دیگر از اونا پس خواهیم گرفت. فکر میکنید که جزء از نتیجه این راه برد باشد تا طالبان تمایل نشان داده بر پذیرش قانون اساسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب دکتر صاحب، جناب ریاسی صاحب، جناب شما هم کارهای تکنیکی شما بیننده های تلویزیون، خدمت شما عرض شود که استراتژی را که امریکا ساختن واقعا ناکامی شاند. طی 16 سال در افغانستان به جهانیان اعلان کردند که ما نتانستیم در 16 سال و اکنون میخواهیم که شکل مبارزه خود در افغانستان یا شکل جنگ تغییر بدیم. یک بخشی از او هم امی بود که ما فشار میاریم بالای طالب ها که اونا به میز مذاکره آماده شوند. ببینیم در قطر پایگاه مرکزی استخباراتی امریکا بر منطقه در قطر است. دفتر طالب ها هم در قطر هست. این ناممکن هست که اونجا امریکایی ها به نحوی با دفتر قطر در روابط نباشند. از گذشته ها و اکنون یقینا این مسائلی که پخش شده، روزنامه هایی را که این موضوع را پخش کردن، این مذاکرات با وصفی از اینکه طالبان هم رد کردن، ریاست امنیت با شورای امنیت هم رد کردن، ولی من باز هم تاکید میکنم که احتمالات 90% میره که مطالبی که پخش شده از طریق روزنامه ها دقیق باشه. به خاطر از این دقیق باشه که امریکایی ها هم اونجا میتونن طالب هایی که در قطر زندگی میکنن از گذشته ها اونا علاقمند با مذاکره بودن و هیره هم دادن که اصلاحات در قانون بیایه و نمیفهم مسائل اسلامی. افغانستان یک کشور اسلامی هست، بیشتر ما سر مسائل اسلامی زیاد استادگی داریم نسبت به جنایتی را که تروریست‌ها انجام میتن و ما میبینیم که علایم از اسلام در وجود اونا نیست، ولی حکومت و مردم افغانستان تا هنوز هم پابند هستن و یک مردم مسلمان و یک کشور اسلامی هست. بنان در این ارتباط هیچ حرفی وجود نداره که قانون اسلامی علی هم قانون ما شما قانون اسلامی هست. همچنان در مورد تغییراتی که شخصا من من حیث نماینده یک حزب سیاسی و به نمایندگی از خانه احزاب، ما به خاطر تأمین صلح بجز چند موردی که ما خط قرمز است در قانون اساسی، ما هر مواداتی که تغییر به این آیه قرآن نیست که تغییر نده. اون چرا که شما روی کرد دشمن میبینین، گروه طالبان میبینین در برابر حکومت افغانستان و نظام موجود افغانستان، فکر میکنید که واقعا آنچه را که گزارش نشر شده از تماس مقامات امنیتی افغان مثل رئیس امنیت ملی، مشاور امنیت ملی و گفته که طالبان تمایل نشان داده بر پذیرش قانون اساسی و انتخابات آینده افغانستان، فکر میکنید که واقعا این چیز درست باشه؟
من تو رو یک چیزی میگم که هرگاه جامعه جهانی کسایی که در قضیه افغانستان زیدخل هستند اگر اینا بخواین هیچ حرفی وجود نداره برای آمدن طالبا، برای مذاکره طالبا و برای یک جا شدن دولت طالبا با دولت. امریکا این رو مطرح کرده که میخواید تا سر در افغانستان تامین شد. این اگر امریکا بخواید، اگر انگلستان بخواید، اتحادیه اروپا بخواید، کشورهای منطقه ما بخواید، هیچ مشکلی امروز در افغانستان نیست. مشکل بین امی ابر قدرت هاست، مشکل بین اینمی کشورهای منطقه هست که امروز در افغانستان جنگ آوردن. اگر اینا بخواین هیچ حرفی نیست، 100% صلح تامین میشه و طالب میاد به میز مذاکره و با دولت یک جای میشه. یعنی اون چیزی که شما میگین که اگر جامعه جهانی بخواد و کنون که آمریکا میخواد این مسئله را میشه که رویش بیشتر تمرکز کرد که طالبان واقعا تمایل نشان داده پس. ببینید ما برای شما پیشتر اشاره داشتم که طالب ها در قطر زندگی میکنن. در قطر پایگاه قوی استخباراتی امریکا بر منطقه در قطر است. هرگاه ببینین وقتی که امریکا بخواید، ما یکی حرفایی هست که ما از طریق وسایل اطلاعات جمعی میشنیم، یکی در واقعیتش که ما اشاره میکنیم، ما مستقیما میگیم که اگر جامعه جهانی بخواید در افغانستان ظرف 3 ماه جنگ ختم میشه. خب آقای عیار، چند بارها این مسئله مطرح شده پس از اینکه روسها در قضیه افغانستان دخیل شدن، بارها بحث‌های صورت گرفت. اما یک بار دیگر میپرسم که آیا واقعا شما به این باور هستین که طالبان هنوز هم کنترل رو بذات جامعه جهانی باشه، جامعه غرب باشه تا در 3 ماه صلح در افغانستان تامین بکنه؟ ببینید یک بخش بیشتر از طالب ها، ببینید از کجا میکنه سلاح، از کجا میکنه مهمات، از کجا میکنه یاشه؟ یقینا کسی هست که تمویل میکنه. ببینین به شکل از کجا میکنه با وسایل پیشرفته را؟ حکومت افغانستان با موجودیت ناتو و آیساف نمیتونه یک حمله انتحاری را قبل از عمل کشف کنه. طالب چطور میتونه با این برنامه کلان، امکاناتی که نداشته باشه، حمایت بیرونی نداشته باشه، چطور میتونه تا پیش نمایندگی کابل بانگ در مکرویان اونجا انتحار میکنه؟ یقینا وابستگی بیرونی وجود داره، حمایت بیرونی ها وجود داره، ایره تمویل میکنن، مدیریتش میکنن و ایره حمایت میکنن. من متوقن استم، من یک مدت زمانی اطلاع داشتم وقتی که یک انتحاری حرکت میکنه از پشور شخص میه و او مواد خام میه، اینجا بسته بندی میشه در کابل، در جاهای وجود داره که دوباره برای عملیات آماده میشه. بنانی حمایت بیرونی وجود داره بایی. تشکر. آنچه را که امریکایی ها بیشتر تاکید داره روی فشار جنگ و حاضر ساختن گروه طالبان از راه جنگ به میز مذاکره است. آقای عیار میگه که اگر جامعه جهانی بخواید در 3 ماه صلح در افغانستان تامین میشه. فکر میکنید که واقعا بس تامین صلح اکنون هم بس مذاکرات صلح با گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی با این همه سادگی به پیش بره؟ ما قبل از این گفتیم صلح در افغانستان اکثر شرایط داره که تابال امریکا رو به نظر نگرفته. از روز اولی که آمده در اینجا، خب در اینجا تحلیل های دیگه موجود داره که امریکا نخواسته صلح به، امریکا خواسته که جنگ به حالتش دوام بکنه و این به نفعش بوده که در اینجا بی ثباتی و بی نظمی و حالت جنگ که نه پیروزی داشته باشه نه شکست برای هیچ طرف دوام داشته باشد، اون یک طرف میبانیم. طرف دیگه اگر امریکا واقعا بخواهد که صلح بیاید افغانستان، باید به نقاط که جنگ دوام میده جلب صلح را میگیره توجه میکرد. در این راهبرد آخری که اعلان کرد امریکا، مردم افغانستان منتظر بودند که این باید بسیار وسیع‌تر و همگیرتر میبود، فراختر میبود، بسیار نقاط دیگر در نظر در بر می گرفت. ولی متاسفانه تنها یک چند نقطه قابل مکس است در درج است و نقاط عمده که صلح را در افغانستان تامین می کنه در اون نیست. تنها همی که پاکستان به حیث حامی گروه های تروریستی، به حیث یک نیرویی که یا به حیث یک کشوری که پناه می ته به تروریست ها، اونا را تجهیز می کنه، تمویل می کنه، معرفی شده و بعد از اون فشار آمده سرش، برش اخطار داده شده یا قبلا برش گفته شده که باید از این عمل خود دست بردارن، در غیر این صورت ممکن است زیر فشارهای بین‌المللی قرار بگیرن. در پالوی از این 2-3 نقطه دیگه هست که باید می بود. مثلا جلوه تولید تروریست هم بین پاکستان،
اینقدر تعداد زیاد مدرسه هایی که در پاکستان فعال است که به هزاران میرسه و حسابش از همه گم است که 30,000 و 40,000 میگه، در حدود نصف از اینا انسانای بنیادگرای متعصب افراطی تولید میکنن، نه یک آدم یک دانشمند علوم دینی. باید جلوی تولید اینی عناصر کینا مواد خام گروه های تروریستی هستن. وقتی بنیادگرای متعصب افراطی در بازار میبره از یک با یک احساس بسیار پرشور بنیادگرایی، اینا در این گروه های متعدد تروریستی که در پاکستان وجود داره و تقریبا یعنی شما میگن که فشار وارده موجود کافی نیست؟ نیست، باید یکیشی بود که جلو از اینا باید گرفته میشد. باید اما شتاب زدگی پاکستانی ها در مسئله برخورد آمریکا، فکر نمی کنید که یک بخش پیام مثبت میرسانه به خاطر فشار عمده که بر پاکستان وارد شده در خصوص کنترل و یا مدیریت گروه های تروریستی؟ خیلی شتاب زدگی هم نداره، سر از این میایم. یک نقطه. نقطه دومی که اگر میخواست آمریکا که در اینجا واقعا صلح بیاید، قبلا اعلان هم میکردن که این راه برد ما یا این استراتژی که اعلان میشه نه تنها در مورد افغانستان است، بلکه منطقه را در بر میگیره. ولی منطقه را در بر نگرفت، تنها جنوب آسیا را هند و پاکستان را تماس گرفت و بس. این باید کای منطقه در بر میگرفت؟ در اینجا باید روسیه شامل میشد، در اینجا باید چین شامل میشد، در اینجا باید کشورهای آسیای میانه شامل میشد، ایران شامل میشد. به شکلی که نتیجه نداد در گذشته پروسه‌ای منطقه‌ای، هیچ پروسی منطقه‌ای تا حالا چی نشده. بر شما نشست مسکو و نشست چند جانبه صورت اینی تلاش هاست که از طرف از اینا صورت گرفته، از طرف امریکایش کارا صورت نگرفته. این تلاش هاست که از طرف روسیه صورت گرفته، این تلاش هاست یگان از طرف چین صورت گرفته، تلاش هاست که از طرف ما صورت گرفته، نتیجه نداده. در اینجا امریکا وقتی که راه برده میداد خودش باید این کار میکرد که غیر از اینکه پاکستان همین نقاط را که در ذکر کرده متوجه زمین ساخت که باید از حمایه توریست ها دست ورداره، منابع مالی توریست ها را باید سرش هم گشت میگذاشت که با اینا همش بسته شده، تولید توریست ها را در پاکستان برش اشاره میکرد حداقل، و یکی اینی کشورها چطور میتوان در صلح در پروسه صلح سهم بگیرن، هر کدامش تأثیر گذار هست. اینا را اگر شما نفی بکنین بیرون بکشین، تنها سر مسئله جنگ فشار بیارین که ما داعش را میکشیم، باشین سبکت مخواهش القاعده را از بین میبریم و چرا هم طالبان را هم نمیمانیم سر قدرت بیای و بره مذاکرات مجبورش میسازیم. این فشار سر جنگ آوردن است. این خودشون اعتراف کردن که راه نظامی در افغانستان پیروزی نداره. یک نقطه دیگه اگر میخواستن صلح در افغانستان تامین شوه، نه تنها پناهگاه هایی که تروریست ها در پاکستان دارن یا طالبان دارن، پناهگاه هایی که در افغانستان دارن به اون متوجه میشد. امروز در افغانستان ما بسیار کسای سر قدرت داریم که اونا جنگ طلب هستن، اونا میخواین که جنگ در افغانستان دوام بکنه. و غیر از او ما از روزی که امریکا در افغانستان آمده یا قصدی یا غیر قصدی در افغانستان طبقات را سر قدرت آورده، حلقه ها را سر قدرت آورده که اونا مردم طور زیر فشار گرفتن، مردم طور ناراض ساختن، طور اونا را آزاده ساختن که اونا با صفوف دشمن میپیوندن، اونا میرن به ضد دولت میجنگن، سلاح میوردارن. شما باور بکنین کل طالبا طالبای عقیدوی نیستن، یک بخش کوچکی از اینا، یک 10% از اینا کسایی هست که از نگاه عقیده طالب هستن یا از او مدرسه هایی که بنیادگرا تولید میکنن تولید شدن. دیگه کسایی هست که ما نتوانستیم عدالت را تامین بکنیم، ما نتوانستیم او حق زور از کسی که حقش خورده بگیریم، ما نتوانستیم زمینش که غصب شده او را پس بگیریم، ما نتوانستیم اولادش که به زور بردن پس مسترد بکنیم. از او خاطر رفته که طالب تفنگ گرفته. به این نقاط اشاره نشده که در این مورد به توجه شده، یک مرکز قوی به وجود بیاید، سلاح‌های غیر قانونی جمع شود، سر مردم ظلم آمد، تا که مردم پشتیبانی نکنند از دولت. امریکا با تمام قدرت جنگی خود که باید در جنگ پیروز نمیشه. مردم مهم است، باید مردم با خود داشته باشی. سپاس.
آقای قیاسی، پروسه های صلح در گذشته هم تا حد زیاد پیش را شما نشست میری را شاهد هستین، شاهد بودین. چندین پروسه دیگه که حتی با سران طالبان در پشاور نشست صورت گرفت از سوی سران حکومت افغانستان، فکر میکنید که حکومت آنچه را که در خفا کنون انجام میده بتونه از این نتیجه مثبت به دست بیاره و این پروسه را خوب مدیریت بکنه؟ در بحث صلح و مذاکرات پیش از این که ما به صلح برسیم، ما با کشوری طرف هستیم یا با کشورهای طرف هستیم که آرام آرام بعد از سال 2001 یک مدت کوتاهی را به تعامل منافع گذراندن. بعد از تغییر پالیسی یا تغییر سیاست جنگی ایالات متحده آمریکا و همینطور تغییر سیاست جنگی دولت افغانستان، این تفاهم یا تعامل بین از این کشورها در منطقه در قبال مسائل افغانستان آرام آرام جایش به تقابل داد و تا جایی که امروز شما می‌بینید که دسته‌های متفاوتی از طالبا به وجود آمده، هر کشوری به خودش طالبی داره و هر کشوری برای خودش استخدام میکنه، کار میکنه و پاکستانی هست و یا آیسای پاکستان است که در این بازار و با طالب تولید میکنه و عرضه میکنه. این مسئله صلح هم شما وقتی که می‌بینید پیش از او که ما با این مقدمه می‌خوایم اینو بگوییم که ما با کشورهای همسایه در تقابل که امروز منافع ما قرار گرفته در همکاری ما با جامعه بین المللی و ایالات متحده آمریکا و همینطور با پاکستان، ما تا زمانی که با خصوصا با جمهوری اسلامی پاکستان ما روابط ما را بهبود نبخشیم، عادی نسازیم، از مخاصمات و دشمنی هایی را که از آدرس کشور همسایه ما نهاد خاصی را که به سازمان های استخباراتی نظامیشان و مردم افغانستان متحمل شده، تا این نوع نگاه تغییر نکنه، تا این سیاست تغییر نکنه و ما کار نکنیم در راستای عادی سازی روابط ما با پاکستان، ما به صلح مطلوب نمیرسیم. چرا؟ اینا جریان‌های سیاسی برخواسته از متن جامعه نیستند. احزاب سیاسی که ریشه تاریخی در این جامعه و در متن در سیاست و پالیتیکس کلان افغانستان به لحاظ در یک بستر تاریخی فرهنگی از خودشان نشان داده باشند نیستند. اینا پروژه های استخباراتی هستند که در راستای سیاست خارجی کشور به مصرف میرسند. با مخاطر است که شما میبینین سال هاست که واقعا صادقانه هم آقای کرزی بسیار تلاش کرد، بسیار ازینه کرد، از آبروی خودش ازینه کرد، همینطور دولت فعلی آقای رئیس جمهور غنی ازینه میکنه، نوع حتی اونا را به این گروه های افراطی را بسیار طالب خوب و طالب بد ناراضی هستن، تو که دکتر صاحب رنجبر اشاره کرد، برای از اینا راههای را نقلای برای از اینا دادن، شما به شما ما پوششای میدیم که شما در جامعه برگردین به جامعه، اما هیچ کدام از اینا بر نگشتن. درست است؟ خب ما هم گفتن سوال گفتن ناراضی جنگیستان، ببخشید ناراضی جنگیستان، گفتن برادر ما هستن، در حالی که این هیچ کدام از اینا به اصطلاح این شعارها و این پوشش‌ها را طرف مقابل بر نتافت، در عین حالی که ببینین که در بین جامعه به اکثریت مردم افغانستان که 35-30 میلیون جمعیت افغانستان در برابر به اصطلاح به خاطر نادیده گرفته شد، به خاطر شاید 100 هزار نفر طالبی که جنگ میکنه، 50 هزار نفر، 100 هزار هم بسیار بسیار مبالغ آمیز است، نادیده گرفته شد به خاطر از اینکه صلح بیاید اردو دوری ریاست جمهوری، اما هیچ کدام از اینا قبول نشد. چرا؟ اینا جریان های سیاسی نیستن که هویت سیاسی داشته باشن و شما با اینا مذاکره بکنین و نتیجه به دست بیارین. اینا از طرف از اینا کشورهای دیگه مذاکره میکنن، بنان از آنجایی که اینا ابزار سیاست خارجی بعضی کشورها هستن، ما تا وقتی که این تعامل بس بر نگردانیم در فضای بین منطقه ای ما و به اصطلاح در راستای توسعه سیاسی ما کار نکنیم و نگاه تغییر به اصطلاح گزینه های نظامی را به گزینه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ما بدل نکنیم، اما کنون هم گزینه های نظامی روی دست است. روی دست است. و از طرف دیگه تا که فشارهای مضاعف بین المللی که به می رابرد تازه‌ای را که ایالات متحده آمریکا اینا مطرح کردن و اینا واقعا به صورت درست عملی نشه،
کشورهایی که پشت سر ناامنی در منطقه هستند از جمله حمایت میکنند طالبان را، اینا تمکین نمیکنند در برابر دولت افغانستان. چرا؟ دولت افغانستان از او قوت یا از او قدرت بر در محیط بین الملل برخوردار نیست که اینا را مجاب بکنه، و مگر اینکه ما از دوستای بین المللی خود بخواهیم که در آوردن صلح و عادی سازی روابط ما با کشورها با همسایه های ما را همکاری بکنه، که دیپلماسی ما یقین دارم که جریان داره و این مذاکراتی هم که هست به اصطلاح خالی از این مسائلی که گفتم ادامه نداره. امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم. تشکر آقای عیار. آنچه که شما گفتین که اگر جامعه جهانی بخواهد صلح تامینش کار ساده است در افغانستان، اما بارها جامعه جهانی تلاش کرد در پیوند به این که پروسه صلح کمک بکنه و یا هم تقویت بکنه. شما نشست های چهار جانبه و چندین نشست به حمایت آمریکا و کشورهای منطقه مانند چین و روسیه در اینجا شاهد بودین. فکر میکنید که طالبا واقعا نیت صلح داشته باشه کنون با توجه به این که جغرافی های جنگ با گذشت هر روز مغلقتر شده میره و قوت طالب هم بیشتر شده میره؟ ببینین طالب اگر ما به دو کتگوری تقسیم کنیم، پیشتر استادم اشاره داشتن، تعدادی از طالب ها بنابر ضعفی که در حکومت بودن ناراضی شدن رفتن. به خاطر ازی در سال در آغاز وقتی که اینجا طالب سقوط کرد امنیت تأمین شد، اصلا هیچ مشکلی وجود نداشت. ضعف مدیریت بود در حکومت آقای کرزی که نتانست مذاکرات صلح را، اگرچه از مجلس بن اشتباهاتی بوده، باید در اونمو زمان طالب و حزب در میز مذاکره شانده می شد. متاسفانه این کار نشد. البته بعد از او که ما میم بعد از سال 81 شما شاهد ازی هستیم که در اوایل اصلا طالب ختم شده بود، طالب وجود نداشت، مشکل حل شد، ولی ضعف مدیریت بود. حکومت وقت نتانست که اینا را او تعداد از افرادی که در خانه خود ششتن اونا را نتانست که درست مدیریت کند، درست توقع اداره کند، در کنترل خود داشته باشه، و همچنان در بعضی از محلات بعضی قوتهای بین المللی عملیاتهایی را رفتن در یک محفل عروسی بمبارد کردن، رفتن در مجلس در فاتحه گیری بمبارد کردن. بعضی ضعفی بود که دوباره طالبها را اینا زنده ساختن یا تحریک کردن، و اونجا کشوری وجود داشت که بنابر اونمو حمایتی که از بیرون برش میشد طالب دوباره مدیریت کرد، دوباره طالب زنده ساخت و آوردش. این طالب یک بخشش امیست که طالبی هست که او وابسته به استخبارات بیگانه هست، وابسته به سازمانهای تروریستی هست، این یک بخش طالب است. یک بخش دیگه طالب که به امی ضعف دولت او در صف مخالفین قرار گرفته، میشه که به اساس مذاکره و مفاهمه این حل شود. ولی من پیشتر اشاره داشتم که شما گفتین که به هیچ صورت طالب بدون حمایت بیرونی و کشورهای منطقه و جهان توان مقابله را در مقابل دولت نداره، و همچنان تعدادی از طالبی در اینجا اصل پرسش همین است. شما زمانی که میگین که خب اگر جامعه جهانی بخواد، بحث جنگ افغانستان اکنون یک بود نداره، دو بود هم نداره، چند بود داره؟ بله. دشمن افغانستان هم از چند کشور و چندین منبع تمویل میشه. فکر میکنید که فشاری که آمریکایی ها اکنون وارد میکنه، تماسایی را که مقامات افغان برقرار میکنه، واقعا تا حد بتونه بر صلح کمک بکنه؟ میبینید با گذشت هر روز دایره رقابت در این جغرافیا بیشتر شده. تشکر. امی سه بودی که جنگ افغانستان بود داخلی داره، منطقوی داره و بود بین المللی داره. ببین جنگ قدرت های بزرگ هست بینشون که تقابل روسیه و امریکا هست، بعد از او تقابل ایران و سعودی هست، و بعد از او چالشی که در درون حکومت هست که اینجا فساد هست، غاصبین هست، چور و چپاول هست، اختلاس هست، سایر امراضی که در درون وجود داره، و حتی در این اواخر دامن زدن مسائل قومی و زبانی و سمتی هست، اینی بود داخلیش هست. ببینید در بود داخلی هم مردم افغانستان در ادوار تاریخ برادروار همه اقوام زندگی کردن و بسیار زودی این مشکل حل میشه. در بورد منطقوی چالش هست و در بورد بین المللی چالش هست. چالشی را که بین ایران و عربستان سعودی هست که اونا جنگ شیعه و سنی را دامن میزنن، این هم ارتباط میگیره با کشورهای قدرتمند دنیا. همچنان به خاطر از اینکه ایران بسیار نزدیکی داره با روسیه و عربستان نزدیکی داره با آمریکا، و در پالوش خود آمریکا و امین ناتو قوتایش که در افغانستان هستن، اگر اینا بخواین که
جنگ در افغانستان ختم شوه یک استراتژی روشن و پاسخگویی را ارائه کنند، مثلی که اکنون امریکا استراتژی را ارائه کردن. ما شما شاهد ازی هستیم که معین وزارت خارجهشان رفتن به مسکو توضیحات میدادن. اگر اینمی واقعا این استراتژی را با در نظر داشت یا در مشوره و تفاهم کشورهای منطقه اینا عیار بسازن، به این معنا که میخواهند دیگه جنگ نباشه در افغانستان. اگر واقعا سریزی دقت شوه و امی استراتژی پاسخگو باشه، واقعا تکرار میکنم که در افغانستان تای 3 ماه آرامش میاد. چالش منطقه، چالش داخلی آنقدر مشکل نیست، ای زودتر حل میشه. فساد پیشه ها هستن، وقتی که حمایت بیرونی نداشته باشن عاجل به میز محاکمه کشانده میشن، محاکمه میشن. چالش چیست که حمایت بیرونی داره، کشورهای منطقه و دنیا از مفسدین دفاع میکنن و نمیتونه در داخل هم اینا محاکمه نمیشن، یا ای که به نحوی امی مفسدین نفوذ دارن، تاثیرگذار هستن بالای حکومت، نمیتونه حکومت اینا رو محاکمه کنه. آقای رنجبر، آنچه را که پیشتر هم شما اشاره کردین که واقعا نیت وجود نداره به خاطر اینکه کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان داخل شود، و کلانترین تهدید اکنون برای پروسه صلح و یا هم برای تمویل گروه های توریستی برخی از کشورهای منطقه است و نقشش هم کم نادیده گرفته نمیشه. اما آیا میشه که با روی کرده کنون روی دست گرفته شده، تلاش هایی را که مقامات افغان انجام میده به شکل یک جانبه، آنچه که حکومت افغانستان با پیش میبره، استراتژی آمریکا هم بیشتر پیام واضح بر افغانستان و کشورهای منطقه هم داشت، فکر نمیکنید که اینجا ابهامات بیشتر میشه در پروسسون؟ بسیار گپ شما درست است. این مورد من قبلا گفتم براتون، اگر واقعا خواست صلح داشته باشه، دوستا هم به اشاره کردن، باید طالب منزوی شوه، تمام کمک های خارجی برای قطع شد. پاکستان باید کمک نکنه، کسای کمک مالی میکنه از کشور عربی نکنه، کشورهای دیگه همسایه که حال متهم هستن که گویا سلام میتن برازی، گویا ترینینگ میکنن، این باید نباشه. ما نباید به دست خود زمینه را طور مساعد کنیم که طالب به اینا پناه ببره و اینا به خاطر ازی که امریکا و دولت افغانستان اینا را در پروسه صلح شامل نساخته، مبادا در غیاب از اونا بر ضد منافعشان توطئه های انجام شوه، اونا باز از راه دیگه خود وارد میشن. ما همیشه گفتیم که اگر ما دروازه را برویشان بسته کنیم که در این پروسه وارد شوند، اونا از راه کلکین وارد میشن. اونا علاقمندی حیاتی دارن برای این موضوع، اونا میفهمن که دیج تروریسم اونا را منافعشان زیاد تهدید میکنه. در این منطقه اگر صلح و آرامش باشه، رشد اقتصادیشان دیگر رقم خواهد باشه، بسیار سریعتر خواهد باشه. اگر در اینجا تشنج باشه، بی‌ثباتی باشه، اونا نمیتونن به او اهداف اقتصادی که دارن برسن. از او خاطر اگر ما تنها طرف نظامی فشار بیاریم، طالبا زیر فشار بگیریم، طالبا میده و به طرف او کشورهایی که اونا میتونن اینا را بر علیه امریکا استفاده بکنن، ایران میتونه از اینا بر علیه امریکا استفاده بکنه، روسیه میتونه، چین میتونه. بسیار مردم میخواهند که اینا انتقام گذشته را هم بگیرن. قسمی که امریکا مجاهدین مسلح میساخت، سلام میداد، کمک های مالی میکرد و اتباعی روسی رو توسطشان میکشت، میشه که روس ها هم انتقام را بگیرن از امریکا در اینجا. یک مسئله بسیار مهم است که اگر با اینا کمک های تسلیحاتی کشورهای منطقه آغاز شد و جامعه هم با امریکا دوست نباشه، جامعه افغانستان، قسمی که ما میبینیم مردم ما هر روز از امریکا فاصله میگیره، او محبوبیتی که در اول داشت امریکا در افغانستان حالی نداره، مردم تمام بدبختی خود از او میدانن. اینا وقتی که اینا هم از امریکا فاصله گرفته باشن، اینا هم با طالبان کمک بکنن، کشورهای همسایه دیگه هم کمک بکنن، امریکا پیروزی نخواهد داشت اینجا. اینجا و قربا به غلط روان است و یا هم جامعه جهانی نمیخواد که بیشتر کشورهای منطقه داخل شود. جامعه جهانی مطلب تا اگر امریکا باشه، امریکا در 16 سال 17 سال تنها اونم یک فریاد ما را و از رئیس جمهور دیگر شنید که پاکستان حمایت میکنه، پاکستان پناه میده، پاکستان تجهیز میکنه، بعد 16 17 سال تنها امیر شنید. و این نقاط دیگه که ما میگیم که در افغانستان باید سلاح غیر قانونی جمع شوه، در افغانستان باید جزایر قدرت متعدد از بین بره، در اینجا قدرت مرکزی واحد به میان بره، در اینجا سر مردم
ظلم نشه، قانون تطبیق شه و عدالت بیایه. اگر اینی مسائل نبیایه، مردم ناراض میشن از این حکومتی که ای از امریکا جدایی نداره. امریکا بخواه نخواهی ها این حکومت از اون اولش توسط امریکا دیجا آمده، این از امریکا میدانن، از امریکا فاصله میگیره مردم. وقتی که فاصله میگیرن، بازم برتان گفتیم، در هیچ جنگی که مردم با شما نباشه شما پیروز شده نمیتونین، ولو که بزرگترین قدرت نظامی دنیا باشین. شما نمیتونین کل مردم افغانستان از بین ببرین، تمام قدرت نظامی امریکا رو برین دیجا. او از نگاه نظامی بسیار در سطح بالا قرار داره، ولی در افغانستان از او استفاده کرده نمیتونه، کل مردم خو نمیتونه بکشه و شما مردم از طالبان جدا کرده نمیتونین. من بارها گفتیم، بازم برتان میگم، شما در شش کروی کابل، در چند کیلومتری کابل برین، شبانه طالبان حکومت میکنن، روزانه شما هستین. شو کس از خانه خود برامده نمیتونه. چرا؟ این طالب از کجا میشه؟ خود این خانه مردم است، میمره، مردم پناه دادیش. شما وقتی میایین یک جای تصفیه میکنین، میخواین طالب را از بین ببرین، شما طالب پیدا کرده نمیتونین. او با مردم گد است، او را شما تشخیص داده نمیتونین که اینی آدم عادی است، اینی طالب است. او را اونا در گیر نمیتونن که این از ما نیست. میگی بچه کاکا مسی خسروبری مسی عبدالرزاده مسی از فلان جای آمده. شما وقتی که مردم با خود داشته باشید، مردم را جذب بکنین، مردم بفهمن که اینی حکومت، حکومت ماست، اینی از حق ما دفاع میکنه، اینی حکومت در پالوی ماست، در اون وقت در پالوی شما استاد میشه. در غیر صورت او هم در پالوی طالب استاد میشه، منطقه را شما شریک نمیسازین، او هم در پالوی طالب استاد شد، شما نمیتونین پیروز شوین دیگه. از راه نظامی بازم براتون گفتم، مادر بمبا باشه، پدر بمبا باشه، دیجا اون نتیجه را نمیده که شما ببرید. بازم تکرار میکنم، ما نمیخواهیم که امریکا دیجا بدنام شده، ما نمیخواهیم دیجا شکست بخوره، ولی راه های را باید امریکا دیجا جستجو بکنه که مردم ما راضی باشه، طالبا طوری زیر فشار قرار بگیرن که راه دیگه نداشته باشه. بسیار تشکر آقای. نه مردم پناه بدهشان، نه کشور دیگه منطقه. سپاس. با آنکه تماس های پنهانی حکومت افغانستان و مقامات ارشد امنیتی افغانستان با گروه طالبان به عنوان یک گام نیک دانسته می شود، آمریکایی ها هم بر فشار نظامی در پروسه صلح افغانستان تاکید دارند که اینجا بیشتر سوال ها مطرح است که آیا طالبان بر اثر فشار نظامی به میز مذاکره حاضر خواهد شد و یا هم نه. راه حل بنیادی برای پیشبرد پروسه صلح با گروه طالبان و دیگر مخالفین مسلح چیست؟ من عنوان پرسش آخر و جنبندی از هر سه مهمان میپرسم. آقای غیاثی بفرمایید. بسیار سوال مهم مطرح ساختید. اینا مسائلی که مطرح میشه تا حالا حداقل ما در این میز مطرح ساختیم، اینا هم از زنجیرهای از یک بسته است، یعنی به صورت زنجیره‌ای و القوار اینا همگی با هم وصل شده باید. ما حکومتداری خوب نیاز داریم برای که مردم اعتماد شکافی که بین مردم و دولت به وجود آمده و هر روزی بیشتر شده میره، ناشی از مشکلاتی را که ما و شما چی در عرصه سیاسی، اقتصادی، امنیتی در چند سال گذشته دیدیم، این باید برطرف شود. ما تصادفی برطرف نمیشه، باید برنامه ریزی های داشته باشیم، سنجش های داشته باشیم و کار بکنیم در این راستا. بس داخلی ما است، منازعه ملی ما را پایان بدیم، درست است، منافع ملی ما را به شکل قابل قبول به همه بسازیم، تعریف جدا نداشته باشیم، دوست ما را به معنی واقعیش از دشمنش تفکیک بدیم، پوشش های احساساتی ندیم، آن چیزی را که به هیچ وقت تو بر نمیتابم ما به روزو بگویم که شما ناراضی هستین، شما راضی هستین، شما برادر ما هستیم، شما مخالف مسئله سیاسی ما هستیم، نه خیر، اویی که مردم افغانستان را میکشه از هر قماشی که از دشمن مردم افغانستان است. این مسئله در وقتی که ما آمدیم به عنوان یک ملت، رفتیم به طرف ملت شدن، به عنوان یک ملت تبارز کردیم، قوت ملی را تشکیل دادیم، قدرت ملی را تشکیل داشتیم، دادیم حاکمیت ملی ما تعریف شد، بعد میریم در محیط بین الملل داخل میشیم و کار خود پیش میبریم. اونجاست که ما با کشورهایی که آسیب دیدیم از ناحیه از اونا، ما روابط ما را باید اصنه بسازیم، بازنگری بکنیم، منافع مشروع ما را دنبال بکنیم، آشتی بدیم منافع ما را و با همکاری جامعه بین المللی ما با یک نتایج ملموس دست پیدا بکنیم. در غیر از اون، من با آقای رنجبر موافق هستم که تنها فشار سیاسی سپاس. که جنگ در میدان جنگ مشکل حل نمیشه، ما در پشت عقب جمع هم باید وظایف خود انجام بدیم.
آقای عیار در 20 ثانیه کوتاه فرمایید، وقت ما کم است. ببینین چالشی که وجود دارد، پیشتر هم اشاره داشتیم، در سه بود. دو بود یادی منطقه‌ای و بین‌المللی هست. نیاز است که دیپلماسی فعال حکومت باید بیشتر تلاش کنه و بیشتر کار کنه که تا کشورهای منطقه و جهان قانع بسازند که چالش‌های بیشتر افغانستان مربوط به اونا میشه و اونا دقت کنند که منافعشان در جنگ افغانستان دیگه نیست. تعدادی از کشورهای هم که تلاش دارند که منافع خود در جنگ جستجو کنند، باید اونا را قانع بسازند که منافعشان خارج از جنگ جستجو شود. قسمت دوم در بود داخلی باید صحبت کنیم. چالش هایی که در درون نظام هست، در درون کشور هست، باید سر از این فکر شود که یکی از این چالش ها مخالفت های درونی حکومت است و چالش دوم هم فساد است که باید به دو اصل توجه شود. تشکر آقای رنجبر، خیلی کوتاه فرمایید شما. ما هم نکات رو گفتم، از خود خلاص براتون تکرار میکنم که کمک خارجی بر طالب بر هر طرف قطع شود، بر جلوش گرفته شود، منطقه در پروسه صلح شامل شود، تمام کشورهای منطقه در پروسه شامل شود، رضایت مردم افغانستان بر دولت جذب شود، یک دولت واحد قوی مرکزی در افغانستان مورد پشتیبانی قرار بگیره و تمام جزایر قدرت دیگه که در مملکت تشنج خلق میکنن، بغاوت به وجود میارن، نارضایتی به وجود میارن، اینا باید کوبیده شود. و اگر ما رضایت مردم را جذب کنیم و قانون را در کشور تطبیق کنیم، نگذاریم که هر کس به میل خود قانون را زیر پای بکنه، کشورهای منطقه را در پروسه شامل بسازیم، پاکستان را جلویش بگیریم، ما در جنگ پیروز میشیم. بسیار تشکر آقای رنجبر، آقای عیار و آقای غیاثی از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. و شما هم تشکر بنده عزیز، تا بعد، خدا نگهدار.